اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای دوریت آز بد خدا همه رکت شکفت بال از سفر به روی شب رسیدی، نسیم کودکی را به سینه ها دمیدی، پرنده همیشه حضورت آفتاب است، به شهر واژه هایم صدای شعر ناب است، برای نسل سرما هنوز هم آتشی، تو یک وطن صدا را امید آرامشی، دوباره دیدن تو سرود عاشقان است، به بلخ و زابل و ری به دشت بامیان است، کنار شط نبایت صدای ماندگاری است، برای کرد زخمی ترانه رهایی است، عرس تو را صدا زد که آذرین ترینی، به واژه های تاجیک تو نغز و برترینی، به شهر من رسیدی غریبم ار تو دیدی، اگر صدای حق حق به شعر من شنیدی، اگر فروغ دیروز به دیدم ندیدی، بدان که شهر ما را به روی شعر بستند، یکی دو آشنایت اگر هنوز هستند، به سینه درد غربت به لب ترانه خوانند، تو را چو میشناسند هنوز میسرایند. علیرضا نوریزاده، جمعه 26 دی ماه، 16 آذر ماه به شما، 16 ژانویه به شما سلام میکنم. جالبه 26 دی ماه 16 آذر، ببخشید اینقدر این گله برای من قشنگ بوده، این گلی که به قطر زدیم همین جوری توی ذهن من هم جوری میچرخد و میآید، این سردار آزمون از کجا اومد؟ یه سرداری که آدم اسمشو میشنوه ناراحت نمیشه، چون تا اسم سردارا رو میشنوه آدمای بریشای بد، بیریخ، زشت، یه دونه خوشتیپ هم که توشونه، خب اونم گرفتاریای دیگه ای داره، آقای قاسم سلیمانی. حالا میرسیم به اونم، میرسیم که، اما بریم اولین گل زیبای سردار آزمون رو ببینیم. 22,000 ایرانی در استادیوم تو استرالیا فریاد میزنن، شادی میکنن و حتی بعد از بازی هم حاضر نیستن بیان، انقدر. و بعد کاری که کیروش کرد چقدر قشنگ بود، رو زمین نشست، دستخوش رو بلند کرد و فریاد شادی سر داد. چقدر کاراش قشنگه، چقدر تیم ما رو منظم گذاشته. بحرین رو بردیم، قطر رو، حالا یه بازی هم با امارات داریم که بشیم نفر سرتیم بشیم، که بعد احتمال داره تو دستبندی بعد اونجا که رفتیم با عراق بازی کنیم، با ژاپن نیفتیم که سخت باشه تیم دوم باشیم، چون برابریم 6-6 با امارات. نگاه کنیم این گل زیبای تاریخی رو. ایران 1-0 صعود قاطع ایران به مرحله دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا. بحرین و قطر حذف شدند. قشنگ بود این قطری‌ها، چون حالا تونستن جام جهانی رو به هر حال بخرند برای برگزاریش، اینجا هم خیلی باد به غبغب انداخته بودن
و گاهی اوقات باید به بعضی از اینا یادآور شد آقا جان، آخه بابا سر جدت نگاه کن، ایران رو نگاه کن. مرحوم سادات راست میگفت که همه شما قد محله بولاق قاهره نیستید، قد کرج ما هم نیستید، یه خورده آخه کوتاه بیان. حالا 30-34 ساله دارید گاز ما رو میبرید، خیلی کارهای دیگه میکنید، میرید جبهه نصرت رو درست میکنید، داعش رو زیرکی اخوان المسلمین رو پول میدید، اون مردک قرضاوی رو میرید اونجا بشینه جیغ بزنه، ولی یه جاهایی هم بالاخره بچه های ایران حرفشون رو میزنن. گازمون هم پس میگیریم، مطمئن باشید. خیلی خوش آمد، خیلی زیبا بود. درود بر بچه های تیم ملی، درود بر کیروش، و حال من رو جا آورد. در حال راست حسینی و رک و مستقیم خدمتون عرض میکنم. بله، یکی از آقایونی که به نام آقای رضوی فکر میکنم مرتب برای ما ایمیل میده، در یه کادرم میذاره، پی دی اف هم میکنه، با آدم مذهبی هم هست. برای من ایمیلی زده بود ایشون که خلاصه خیلی هم یه ایمیلی زده بود درباره مهندس حسن شریعت مداری، یکی از انسانهایی که من با تمام وجود براش حرمت قائلم، یکی از محترمترین انسانهایی که در عرصه اپوزیسیون هست. هیچگاه کلام غیر معقول از اون نشنیدم، انتظارم همینه. پدرش رو میشناختم، اون مرد بزرگ آیت الله شریعت مداری، حملاتی به ایشون کرده. بعد یه شم راجع من که بله شما اومدید اونجا گفتید که امام حسن لباس ابریشمی میپوشید، یه حرف بی ربطه. لباس ابریشمی برای مردا حرامه، بله، در نماز نداره ولی پوشیدنش حرام نیست. تمام این قباهایی که میپوشن، این لبه هاش، آقای رفسنجانی تو خاطرات سال 69 می نویسه اومدیم بریم دیدیم که قبای من بد بود، آقا یک قبا به من دادن، قبای حسابی که لبش. حالا به این بوسم میرسم، هنوز به اینجا نرسیدم، این عکس نابجا پخش شد. میگم اون عبایی که صحبتشو میکنم، اون عبا ابریشمی، اینجاش ابریشم داره، خیلی هم میذارن. آقای کروبی داشت، آقای خاتمی داشت، بقیه شون دارن. امام حسن هم میپوشید، امام جعفر صادق هم میپوشید. بعد و حتی در روایات شیعه هست که وقتی قبای رو رو در آوردن، زیرش لباس مندرسی بود. گفتن آقا اون چیه این چیه؟ گفت بیرون که میرم به هر حال کسی که رهبر باید ظاهر درستی داشته. شما نگاه کنید آقای خامنه ای جوراب سفید، کفش خیلی شیک لیموی رنگ یا کمرنگ قهوه‌ای روشن، قبای بسیار زیبای رنگ خاکستری، بعد عبای همینطور، تمام حساب شده است، رنگا حساب شده، انتخاب شده. آقای خاتمی همینجور بود، آقای روحانی هم همینجور، خیلی با دقت. بنابراین امام حسن هم میپوشید قربونه، بدون قیاس مع الفارقه، ولی ایشون هم میپوشید. و اینکه ایراد گرفتن که آقا تو گفتی معاویه سیاستمدار بود، آره قربونت برم، شما فکر میکنید الان کسایی که در حکومت ما هستن خیلی هم معاویه بهترن؟ خیلی بهترن؟ نه. اگر مرحوم آیت الله شریعت مداری، علامه رضا صدر، اینایی که بودن، خب اینا مکتب حسنی بودن و حسینی، جاشون چی شد؟ در حصر و آقای منتظری همینجور. بنابراین معاویه اینقدر هم بهش ناسزا نگید، حکومت داری رو یاد اینا داد. آقا در حکومت داری باید چشمتو ببندی، پا رو همه چی بگذاری. او سیاست مدار بود. امام حسن نمیتونست، چون به اصول معتقد بود، به پرنسیپا. اما چون نمیخواست آدم ها کشته بشن، نمیخواست ممالک به هم بریزه، صلح کرد. و خود همین آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کتابی در باب صلح امام حسن داره. یعنی یکی از معدود روحانیونی است که به امام حسن هم پرداخته، فقط حسین حسین نکرد. بعدم ایشون گفته بود راجع به عدل فاروق که گفتی خلیفه دوم، این بی ربط و چرنده. حضرت علی مسئله عدالت بود، اثباتش این نفی معدا نیست. اینم شما که به هر حال چیز آخوندی رو میدونی، چه کسی انکار کرد عدالت حضرت علی رو؟ اما من دوست ندارم خلیفه باشم، برادرم بیاد پیشم دستشو داغ کنم، برادرم که چشماش نمیبینه، چند سر عائلم داره، هیچ اشکالی نداره آدم به برادرش هم برسه.
اینو من نمیپسندم. من این رو مخلص مولا علی هم هستم، خیلی هم وارستگیشو میپسندم، خیلی هم شجاعتشو شهامتشو، ولی من اینو نمیپسندم. و بنابراین در مورد عدالت عمر متفق القولن شیعه و سنی. حالا شما عدالت ایشون رو زیر سوال میبرید. حالا نمیخوام زیاد بحث دینی کنم، بگذارید درست بپرم اون بر برم تو اسکار. نامزدهای اسکار اعلام شدن، خب انتظارم میرفت هتل بزرگ بوداپست نامزد 9 جایزه بشه، خب خیلی چیز طبیعی بود، بسیارم فیلم فوق العاده است. همینطور بردمن، بردمن که مایکل کیتون هم توش بازی میکنه، زندگی ریگان تامسون، و به نظرم فیلم جذابی باید باشه. همینطور پسر بچگی، بله بایهود، که اینم جزو جوایز اصلی. اینا البته جوایز گلدن کلاب که میبرن معلوم میشه دیگه، اسکار هم بعضش جو گاهی تفاوتایی به وجود میاد. به هر روی برندگان اسکار معلوم خواهند شد و شب جالبی خواهد بود. من چندی قبل که شنیدم پسر من نیما هم که فیلمساز در امریکاست، گفتم جزو اون هیئتی است که انتخاب میکنن، خیلی خوشحال شدم. بعد بهش گفتم حالا به من میگی چی رو انتخاب کردی فرستادی؟ گفت نه دیگه، ما حق نداریم به کسی بگیم. خوشم اومد، دیدم حتی در حرفه آدم میتونه به پدرش هم نگه، و این خیلی به نظر من مهم بود. خب بریم سراغ مطالبی که باید سریع بهش بپردازیم. و یه چیزی براتون بگم، خیلی من آزرده کرد. دیدم که یک هنرمند برجسته‌ای مثل عالم قاسموف میاد ایران، برنامه میذاره، شب اول هست، دخترش هم باش هست که حالت کور داره، یه جاهایی هم تکخانی داره، خانم فرغانه، چه اسم زیبایی هم داره. بعد میان میگن کنسرت تعطیل بشه، اوباش میریزن، معاون وزارت ارشاد میره التماس ریشک رو میذاره، بعد خلاصه قاسموف رو راضیش میکنن بدون دخترش بره بالا. کار به اینجا تموم نمیشه، میان در اصفهان برنامه میذارن، بعد میان میگن که خانم حریر شریعت زاده بیاد بیرون، دف میزنه با سالار عقیلی بیاد بیرون، کامکارا میرن، ای قشنگ کو، خواننده شون کو، نیست، اجازه ندادن. در شاندیز بوده، ببخشید خانم شریعت زاده رو شاندیز، در اون کنسرت که شاندیز بوده آقای عقیلی میکشن پایین. و مجید درخشانی رو که ممنوع الخروجش کردن برای اینکه با خانم وحیده محمدخانی برنامه اجرا کرد. خلاصه اسلام ناب انقلابی محمدی در وجه این، ببینید یه چیزی براتون میگم، سیاست واحدی وجود نداره. یعنی وزارت ارشاد اومده برنامه رو گذاشته تو بوشهر، دیدید در مورد گروهی رو اجازه دادن، اومده یه عده از حزب الله یا اوباش میریزن و جلوشو میگیرن. و اوج این مسئله رو شما اینجاست که اگر آقای روحانی اعتقاد به اصولی داره، پایبند حرفاییست که زده، اگر آقای علی جنتی پایبنده، نترس آقا، در زمان آقای خاتمی هر جا که قدرتمندانه عمل کردن بردن، هر جا ضعف نشون دادن باختن، مجال دادن به حسین بازجو بیاد عربده بکشه و وسط میدان بیاد، به انصار حزب الله، آبروی رژیم جمهوری ولایت فقیه انصار حزب الله بردن. یال سارات رو نگاه کنید با تیترش، شادمانی میکنه از کشته شدن نویسندگان شارلی ابدو. نگاه کنید، نگاه کنید، امسال ایام ربی نور علا نور شد، دشمن حتی که نبی روانه گور شد. میدونید چرا میگه نور علا نور؟ چون در ربیع الاول اینا جشن میگیرن برای به شهادت رسیدن خلیفه دوم. شهادت، اگه شهادت قبول دارید، اونم شهادت دیگه، صحابه پیامبر خلیفه دوم به قتل رسیده، اونم شهادت دیگه، مثل بقیه که شهید شدن. اون وقت برمیداری نور علا نور. یعنی تو تهران کنفرانس وحدت گرفتن، تو مسجد مهمانان سنی یه طرف نماز میخونن، شیعه ها یه طرف. میخوام بگم تضاد و تعارض، چون حکومت آخوندیه، چون نفاقه، چون قدرت تصمیم گیری ندارن،
چون 34 سال به این اوباش میدان دادن بیان وسط، بهشون میدان دادن بیان ضد فرهنگ نفاق رو بر جامعه مسلط کنن، از اون بر میخوان تیم فوتبال دخترها داشته باشن تو دنیا پوز بدن ما تیم فوتبال دخترها داریم، از این ور خانم قشنگ کامکار نباید ستار بزنه اون بالا، از اون بر موسیقی کلاسیک داریم، ارکستر سمفونیک داریم، دنیا بشه تابید. آقای اوباما، ما یگانه کشور اسلامی هستیم که ارکستر سمفونیک داریم، اما خانم شریعت زاده رو از بالای سن میکشن پایین که دف نزنه. این تا زمانی که جمهوری، ببینید چقدر زیبا بوده این توی ارکستر میزده حریر شریعت زاده و نذاشتن. منظورم اینه، ما اگر در کشورمون دولت مسئولی داشتیم که این توان رو داشت در برابر این اوباشگری بیسته، یال سارات باید توقیف بشه، باید توقیف بشه. خجولانه وزارت ارشاد تذکر میده به وطن امروز که بی ادبانه، این لاتای چال میدون، پادشاه یک کشوری که با ایران رابطه دیپلماسی داره، سالی 100,000 تا حاجی ایرانی میرن اونجا، برمیداره مرد، مرگش، مردنش، انگار داره راجب شوهر عمش حرف میزنه. این مدلی تذکر میده، نه باید جلوش بیستی. چطور ناراحت میشی روزنامه بحرینی یه کارتون از آقای خامنه ای چاپ میکنه؟ باز دیدید سر شالی ابدو، الان این کارتونی که گذاشت و ما هم دیروز نشون دادیم، این رو من اهانت به پیامبر نمیدونم، اتفاقا زیباترین شکلی که میشد مسلمونا رو تبرئه کرد همین بود. پیامبر داره عشق میریزه و میگه منم شالی هستم، یعنی من کار این تروریست ها رو قبول ندارم. یه فیلمی داریم ببینید، آخرین رسیده راجب تروریست ها، پلیس میاد جلوشون، پلیس تیراندازون، پلیس در میره و بعد اینا چجوری میتونن، نگاه کنید این فیلم رو، این فیلم دیدنیه، آخرین فیلمی است که از اینا رسیده. Il a fait un peu. C'est ça la France. Allez, c'est le football. Odeur, elle est pas. Il y en a qui surveillent pas, ouais. Tiens, tiens, ça y est. Oh là 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 là. Oh là là, le massage. Oh le massage. Ah là. Oh le massage. C'est faux balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Oui, si, ça rebondit là. عجیبه، میان پایین به پلیس تیر اندازی میکنم، اونا عقب عقب میرن. اما این نکته رو که گفتم که عکس اشتباهی اومد، داستانی بود. شما ببینید دیپلماسی یک کشور چگون چه جور بشه، بیفته دست یه آدمی به نام حسین امیر عبداللهیان. حالا بگردید سابقه این آدم رو، چه جوری یه دفعه سریع اومد بالا شد معاونه، مهمترین معاونیت وزارت خارجه، یعنی معاون کشورهای عربی و آفریقایی. اینجا حمید معیر بوده، آدمای لواسانی بود، معیر بود، آدمایی بودن که تو وزارت خارجه وزنی داشتن، معمولا این اداره رو اونا اداره میکردن. آصفی بود، اینا بودن توی این ماجرا. آقا میاد مصاحبه میکنه، آقای معاون میگه که اینا هم حساب شده است و با برنامه ریزی. خانم مصاحبه کننده میگوید جناب آقای امیر عبداللهیان،
چرا سفیر سعودی اومد جدید 8 ماه بود و رفت؟ میگه بله، ما یک ماجراهایی رو شنیدیم که بعضی از سفرای عرب و بعضی از مقامات عربی به ما گفتن. خب چی بود؟ حالا آدم میگه چه اتفاقی و چه جوری شده سفیر مثلا کاری کرده یا کشف کردن که به خاطر اینکه جمهوری ولایت فقیه رفته تو یمن یا داره به منطقه شرقی شیعه های سعودی اسلحه میده یا آموزش میده، به خاطر این سعودی ها سفیرشون رو احضار کردن؟ نه، ایشون رفت آقای هاشمی رفسنجانی رو که دید پیشونیشو ماچ کرد و این مطابق عرف عادت نبود، سعودی ها احضارش کردن. حالا این دیداری که آقای سفیر با هاشمی رفسنجانی داشته، 2-3 هفته بعد از اینکه رسته تهران رفته هاشمی رو دیده، به هر حال چون هاشمی روابط نزدیکی با سعودی ها داشته رفته دیده و این پیشانی یا بینی رو به هم زدن یه چیز خیلی متداول. عکساش هم اینجا داریم که مصافحه و معانقه یه چیز خیلی متداول و معموله. تو الان میدونی ایشون معاون آقای احمدی نژاده، یعنی رفته آقای رحیمی همین کار رو داره میکنه و هیچ با آقای شیخ ناصر بود و این داستانا هم هست. حالا ما ایرونی ها عادت داریم لپا رو میبوسیم، در جزیرة العرب در حاشیه خلیج فارس دماغ رو به هم میزنن و معمولا این کار رو میکنن و در بعضی جا هم شانه ها رو میبوسن، یعنی ایسی متداول. گفت بله، ایشون چون این کار کرد به عربستان احضار شد و سعودی ها گفتن برایشون مأموریت دیگه ای در نظر گرفت. بله آقا جا، مأموریت مهمتری بهش دادن، نه اینکه پیشونی آقای رفسنجانی رو بوسی. این رو شما فکر کنید میشه دیپلماسی ایران؟ یعنی حسین امیر عبداللهیان جزء کسانی است که اداره امور دیپلماسی ایران رو بر عهده داره. به همین دلیل وقتی میره سعودی موفق نیست، چون تشخیص نمیده، نمیتونن بخونن، نمیتونن درک بکنن چه خبره اونور. نمیدون آها پادشاه رفت بیمارستان، اوه تموم شد، حالا دعوا میشه بین آل سعود. همین برنامه رو توی جریان درگذشت ملک فهد هم داشتن، هیچ اتفاقی نیفتاد. من براتون گفتم توی کشورهای حاشیه خلیج فارس این حکومتهایی که هستن از نگاه غربیا به هر حال حکومتهای غیر دموکراتیکن، ولی در درون خودشون یه سیستم خاصی دارن که با همون شؤونات تاریخی و جغرافیاییشون و اینا هماهنگه. من بارها دیدم خودم مسئول بلند پایه روز سه‌شنبه تو خونش نشسته توی دیوانیش، همه نوع آدمی میاد تو، فقیر و غنی و دانشمند و بی سواد و راحت میشتن با حرفاشون میزنن. بعضی هم میرن جلو میشینن غر میزنن، آقا تو چرا به بچه من نمیرسی؟ تو آمریکاست، پولش نرسیده. اون یکی میاد میگه آقا تو چرا زن من تو بیمارستانه؟ حرفاشون رو میزن. اینا چون اینا رو نمیدونن، چون الان برای دیدن این مقاماتی که الان سر کار نشستن چه دیوارهایی گذاشتن، 17 دفعه باید بازرسی بشین. خب اینا چون نمیدونن اونجور تصمیم میگیرن بدونه که بنده تایید اون نوع حکومت رو بکنم. من اعتقاد به حکومت مردم سالار دارم، ولی این نکته رو میگم. جاوید قربان‌اغلی که مدیر کل وزارت خارجه بوده، چندین بار سفیر بوده، میاد در همون روزنامه شرق که این عکس رو چاپ کرده بود و مصاحبه امیر عبداللهیان، 24 ساعت بعد در یک مقاله فوق العاده دقیق و حساب شده جواب میده. آقای وزیر خارجه چرا پا نشدی بری؟ مگه دعوتت نکردن؟ برای حل مشکلات چرا نرفتی؟ جناب آقای روحانی مگه اول تو اومدی نمیخواستی بری؟ خب حج پا میشدی میرفتی اونجا، هزینه ای هم نمیدادی، غیر رسمی میشستی حرفات هم میزدی و امروز ناله از جریان نفت نداشتیم. بعدش بالاتر میگه قربان‌اغلی، میگه که این بهای نفت اگر پایین اومد، سعودی ها میخواستن موقعیت خودشون در اوپک از بین نره و در این حال با آمریکا میخواستن ضربه به روسیه بزنن و این رو هم تاکید میکنه در اونجا. به هر حال کاش همه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مثل آقای قربان‌اغلی باشن، حداقل این درک رو داشته باشن که پیشانی رفسنجانی رو بوسیدن
باعث اکثار سفیری نمیشه، اما باعث اکثار سفرهای جمهوری اسلامی شده. اگر یه عکسی تو مهمونی داشتن که مثلا یه خانمی بغلشون ایستاده یا یه جام شرابی اونجا دستی یکی بوده بغلشون ایستاده بوده. بله بگذاریم که گفت بازم برمیگردم به نفاق و به تظاهر. وقتی نفاق و تظاهر سر کار اومد همینجور میشه. مذاکرات آقای، بریم به مذاکرات. مذاکرات آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری ولایت فقیه در مرحله بسیار مهمی به خیابان کشیده شد، به این معنا که دو طرف تصمیم گرفتن برن یه خود راه برن. هوای بسیار لطیفی بود، سرد اما نه چندان، واقعا گفتش که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تغییر سر انگشت گزان است که اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلزار. ولی قشنگ را میفتن با هم از کنار رودخانه، از کنار دریاچه رد میشن، در میان انبوهی از گاردها محافظان و گپ میزنه. قشنگ اینجوری، ای کاش این گپ و گفت تبدیل به یک ارتباط مستمر و دوستانه میشد. چرا دشمنی؟ برای چی؟ 35 سال پیش ما دشمنی کردیم، از دیوار سفارتشون رفتیم بالا، ما رفتیم 52 دیپلماتشون رو 444 روز گروگان گرفتیم، اهانت کردیم بهشون، اعدام قلابیشون کردیم، تهدیدشون کردیم، ما بودیم. این آقای ابراهیم اصغرزاده باید بیاد پوزش بخواد، آقای حسین ملائک باید بیاد پوزش بخواد، آقای مصطفوی باید بیاد پوزش بخواد، آقای حسین شیخ الاسلام از برکت این عمله که یک جنایت به ملت ایران بود و خیانت باید بیاد و پوزش بخواد. ولی در مقابل خب میبینیم که متاسفانه اوضاع و احوال چنین است و بسیار هم اسباب تأسفه. بسیار بله حضورتون عرض کنم که مثل این که میگن بله نیمه اول ما به آخرش رسید، درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم، البته در این میان سری میزنیم به کامکارها و بعد اون وقت یک گفتگوی ویژه هم داریم. با ما باشید.
عاشقان خسته داشتم این ترانه را چگونه سر کنم که بی زبان شدم من فهم کنم حسین اللهکرم هم اگر چشماشو هم بذاره بنشینه یه خود سعی کنه به شعورش اجازه بده حتما داره. به هر حال وابسته نظامی ایران در بوسنی و هرزگوین بوده، بالاخره برای کاری بلده. حالا حاج محتشم رو میگیم چی؟ گچ فروش بوده اومده شده رهبر انصار، ولی او رو میگیم که یا مسعود دهنمکی که جزوشون بود و بعد سینماگرش، چشون هم بذارن و اینو گوش بدن ببینن با این آهنگ بیشتر خدا رو حس میکنن یا با جیغ زدن هلالی و بالا پایین پریدنش، کدوم اینا؟ ای کاش خداوند به انسان ذره شعور میداد. اون آخونده که ایستاده بود تو بوشهر نعره میزد علیه کنسر یا تو اصفهان یا تو شاندیز، اینا رو باید پس گردنی بهشون زد، کردشون توی یه اتاق فقط براشون از صبح تا شب موسیقی پخش کرد تا شاید بعد از یه ما شعورشون برسه به این که تو این سیمای زخمه این تار و ستار و در اون تحریر اون آواز اصلا خدا جاریه. خدا رو میشه حس کرد، لمس کرد، میشه دستتو ببری بالا خدا رو بگیری، اونو درک کن. دوتا بانو رو ببینید با هم دوتایی تار میزنه، نگاه کنید قشنگ. یعنی کاش شعور بود. خدایا من یه چیزی براتون بگم، آقای خامنه ای عاشق دیوانه بار موسیقی کلاسیک ایرانی است. وقتی همایون مجد میزد، ورزنده میزد، مشیر همایون شهردار میزد، بدنش به لرزه میافتاد. وقتی صدای عماد جان خراسانی بلند میشد، نگاه کنیم به این دو بانو. نگاه چقدر زیباست. حالا اینو میگه بده، اینو میگه حرامه، اما کفر به این بزرگی رو ترویج میکنه، سیرک ازش درست میکنه که یه بچه 4 ساله تا
تو حرم امام حسین بود، سربازای آمریکایی حمله کردن. اصلا دروغ به کلی. سربازای آمریکایی وارد کربلا نشدند، وارد نجف نشدند. میبینید یه بچه مشغول زیارت بود، آمریکایی‌ها به مردم حمله کردن، شالاتان دروغگو. و تا این بچه اومد یه دفعه یه برقی توش زد، برق ازش پرید، برق نمیدونم 240 وات ولت، آمریکایی‌ها فرار کردن پریدن. و این بچه یه چیزی شده که اصلا مریض بوده، شفا گرفته از امام حسین. خلاصه ماشین 206 رو، پژو رو میکشه، 300 کیلو وزنه برمیداره، بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. گول خورده ها، جاهلان، بدوید به تو اهواز، قرار سیرک بذاریم این بچه براتون نمایش بده، مثل خلیل عقاب آهن پاره کنه کامیون بکشه، چون برق زده بهش. سربازای آمریکایی رو فراری داد. حالا تبریز رفته، گفت حسن و حسین، خیلی هم غلیظ گفت، هر ستا دختران مقاویه بودن. گفت آقا یه رو یواش بیا، اولا دوتا بودن، حسن و حسین بودن، پسر بودن، هر دو هم پسرهای حضرت علی بودن، نه مقاویه. معاویه هم درسته، نه مقاویه. حالا اینم مثل اینا، بچه 4 ساله برق زده توش، تو حرم امام حسین. آمریکایی‌ها رو فراری دادی. کی آمریکایی‌ها به حرم حمله کردن؟ پاشونو تو نجف و کربلا نگذاشتن، تو همون حاشیه بودن. حتی زمانی که دکتر عیاد علاوی میخواست شر مقتدی صدر رو بکنه، نیروهای عراقی رفتن تو، نه آمریکایی. میخوام بگم دروغ و فریب رو اجازه ندید. تبریز اومد، هموطنان عزیز آذربایجانی من، میدونم توتون متدین بسیار، من خودم بودم اونجا موقع عزاداری، از سر دل هم عزاداری میکنید، اما به این شارلاتان ها اجازه ندید بیان و فریبتون بدن. بسه یه بار عکس آقا رو تو ماه دیدید و ریششو ملت ایران لای آیت الکرسی دو سوره بقرم دیدید. حالا چرا ریش آقای خمینی تو سوره بقره بود، چرا تو سوره یوسف نبود، سوره مریم نبود، چرا سوره بقره بود؟ نمیدونم معنای بقره رو بیدید. اون شاید همون وقتم داشتن میگفتن مردم شما رو انسان فرض نکردن، شما رو جاهل میدونن مثل بقر. خجالت میکشم حتی بر لبم بیارم و بگویم که واقعا اون وقت موسیقی حرام است، اما اینا درست. خب خیلی مطالب دیگه دارم راجع به ایران و آقای روحانی و بقیه و خانم سودابه فرخینی، این یادم نره، نوشته دوزخ، نوشته ژان پل سارتر رو در هایدلبرگ 25 ژانویه به صحنه میبرن. سودابه که هم هنرمند برجسته ایست، هم کارگردانه و هم بازیگر. این دو خواهر هر دوشون کارهای ارزشمندی، سودابه و سوسن، کارهای قشنگی کرد. خیلی خوب، من زیاد صحبت نکنم چون مهمانمون رو باید بیارم. مهمانمون خوب میشناسینش دیگه، با شما آشنا شده، خلبان بهزاد معصوم. یک دوستی یک ایمیلی برای من فرستاد از بچهای نیروی هوایی و اشاراتی داشت در راجب F-14 و اینکه F-15 چی بوده و F-15 بهتر بوده یا بدتر بوده. من زیاد نمیخوام خودم رو درگیر اون مسئله کنم چون با بهزاد حرفای خیلی مهمتری داریم، ولی دلم میخواد به اشاره فقط، ضمن سلام به خلبان بهزاد معصومی، دلم میخواد یک اشارهی بکنه به این ایراداتی که این دوست خلبان گرفته بوده. سلام آقای معصومی عزیز. با سلام و درود خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا. من در خدمت شما بینندگان محترم هستم، اما امروز با اجازه شما توضیح کوچکی دارم و بعد وارد بحث اصلی شما خواهم شد. میتونم صحبت کنم در این رابطه؟ خواهش میکنم، بفرمایید. اولا در رابطه با ایمیلی که شما فرمودید دوست عزیزی فرستاده بودن، با توجه به ضیق وقت من نمیتونم وارد یک بحث تفصیلی، بله خیلی سریع، پیماها و تاریخچه درگیری ها یا خرید تسلیحات بشم، تنها به صورت یک اشاره از کنار اونها رد میشم
و ما نمیخوایم اینجا وارد بحث تخصصی بشیم، چون برای ملتی دارید صحبت میکنید شما و من که به هر حال نیازی نیست ما وارد دیتیل ها بشیم. دقیقاً لزومی هم نداره، ما که تلویزیون ایران فردا تلویزیونی هست برای همه مردم. بله. که خلبان نیستن، خلبان ها این اصطلاحات رو میدونن، ما برای اونها توضیح نمیدیم، برای ملت توضیح میدیم. درسته. و دیگه اینکه خدمتتون عرض کنم که اما درباره صحبت هفته گذشته جمله‌ام ناتموم موند و مایلم اگر باز شما اجازه بدید اول اون رو تکمیل کنم و دوم اینکه اون راجب اون ایمیل توضیحاتی خواهم داد در رابطه با میگه 25 میگه 29 و مقایسه اون با F14 و تاثیر این تسلیحات روسی در خواهش زمان میکنم. خواهش میکنم عزیزم شروع کنید و وقت دارید و صحبت بکنید. بله خدمتتون عرض کنم همونطور که صحبت من در هفته گذشته موند این بود در مورد ارتش بود و ماهیت بچه ارتش. ماهیت ارتش ایران یک ارتش ملی هستش، نه ارتش ایدئولوژیک، یعنی ارتشی که برپایی یک شخص یا یک ایدئولوژی نیست، برای دفاع از مردم کشور ساخته شده. در تاریخ، در جنگ ها، در دفاع از کشور اثبات کردن که هیچ گونه عقب نشینی در دفاع از میهن و مردم ایران ندارند و نخواهند داشت. ارتش ما یک ارتش پاک و تمیز هست به این جهت که خودشون رو همانند نیروهای نظامی سپاه آلوده به سیاست‌های استبداد سیاسی حاکم نکردن. و خب من همین اجازه بدید آیه معصومی، حالا با معصومی همینجوری من سوال بکنم. این سوال برای ما مطرحه. در ارتش هم آموزش ایدئولوژیک هست. الان تو عکس شما که نشون دادیم یه آخوندم اونجا نشسته بود. بله اینا خود هر آشی هستن، میدونید که همه جا حضور دارن. خب سازمان عقیدت سیاسی هم دارید. چه عاملی باعث میشه اینا روی سپاه بتونن اونجور اثر بذارن ولی روی ارتش نتونن؟ چه دلیلی وجود داره؟ اینو برای من بگید. ای دکتر، بیس فکری ارتش یک بیس درست هستش. این یک سازمان نظامی هستش که بر اساس قوانینی به اصطلاح تنظیم شده در زمان پادشاه و اصلا ارتش ملی رو ما ایرانی ها و رومی ها در ابتدا ساختیم، یعنی ارتشی که بر پایه حمایت از مردم و آب و خاکش عمل میکنه. سپاه رو ما یک بچهای ارتش یا کسانی که متخصص هستن ما نمیتونیم بهش بگیم نیروی نظامی. همونطور که شما هم میدونید یک نیروی میلیشیا هست. نیروهای میلیشیا ساخته و پرداخته گروهای سیاسی هستن و کارشون حمایت از این گروهای سیاسی هستش، نه حمایت از مردم و یا حمایت از به اصطلاح آب و خاک کشور. همونطور که میدونید سپاه فعالیت‌هاش شما ببینید در چه کشورهایی هستن؟ در امریکا، در نیجریه، در کنیا، در ترکیه، در گرجستان، در آذربایجان، در پاکستان، در هندوستان، تایلند، عراق، سوریه. آخه من نمیدونم اینها اونجا چه میکنن. البته میدونم چرا. سپاه یک شعاری داره و این یک سمی هست. این همون تئوری غلط سپاه به اسم عمق استراتژیک هستش که این تئوری رو همونطور که میدونید برای اولین بار هوشمین این تئوری رو مطرح کرد. فرمانده ارتش ویتکونگ‌ها بود که فرمانده ارتش ویتکونگ‌ها که همون کمونیست‌های ویتنام بودن. ایشون میگفت اگر نیروهای ما نیروهای آمریکایی رو در لاوس و کامبوج درگیر کنیم فشار اونها بر روی ویتنام کم میشه. این سیاست غلطی هستش که یا تئوری غلطی هستش که سپاه داره و به قول خودشون نیروهای آمریکایی رو در سوریه، در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در اونجاها درگیر میکنن. ولی شما خودتون بهتر میدونید و نتیجه این کارها جز خرابی و آبروی بردن آبرو و حیثیت ملی ما ایرانی ها چیز دیگری نبوده. اینکه پایه و بیس فکری ارتش درست هستش. ممنونم این توضیح رو دادید. حالا بیایم برسیم، چون باز میخوام هر چه ممکنه فرصت بیشتر استفاده کنم. من دارم خواهد شما یه مقایسه، چون ایران همون زمانی که آقای رفسنجانی رفت به شوروی اون زمان یه قرارداد 5 میلیارد دلاری با روسا بستن که منجر به این شد که ما تعداد زیادی هواپیمای روسی دریافت کنیم، میک 29، میک 25، 27، 21 و اینا وارد نیروی هوایی ما شد. درست. به هر حال میخوام بدونم ورود اینها به نیروی هوایی چه تغییراتی در نیروی هوایی داد و اون ذخیره‌ای که ما از هواپیماهای آمریکایی داشتیم در مقایسه با این هواپیماهایی که بعضن مثل میک 29 هواپیماهای مدرنی هم بودن، پیشرفتن بودن، آیا ما همچنان امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم تکیه عمدمون هنوز
روی همون هواپیمای آمریکایی قدیمیه یا نه نیروی هوایی ما به کلی عوض شد و اومده دیگه مثل نیروی هوایی مصر زمان عبدالناصر یه نیروی هوایی با آموزش روسی شده. خدمت شما عرض کنم با قاطعیت، من این رو از طرف بچه های ارتش حتی به شما میگم، با توجه با تمام احترامی که برای خلبانهای میگه 29 و سخوی 24 مون قائل هستم، اما این حقیقتی است تلخ. ما باید این رو بپذیریم که خدمتون عرض کنم روی اون نامه‌ای که این دوستمون نوشته بودن، یه جای نوشته بودن که F-14 ها شکارهای موفقی نداشتن. ایشون اطلاعاتشون اونقدر خوب نبوده و نیست، برای اینکه فقط در جنگ خلیج فارس در سال 1991 16 شکار موفق توسط F-14 ها ثبت شده، یعنی میگه 25 رو شکار کردن، میگه 29 رو شکار کردن، هواپیماهای سوخوی 24 رو شکار کردن، هواپیمای آمریکایی. میدونید که هواپیمای رفتیر هست. حالا در این رابطه من توضیح بیشتری به شما خواهم داد. این هواپیمای F-14 همونطور که قبلا هم گفتم یک هواپیمای رهگیر شکاری هست و بیشتر برای درگیری هوایی تعبیه شده. ما با داشتن این هواپیما میتونیم به اصطلاح برتری هوایی دست پیدا کردیم. و نتیجه این برتری هوایی چی بود؟ نتیجه این برتری هوایی بمباران‌های موفقی بود که توسط خلبان‌های F-4 و F-5 انجام شد در زمان جنگ و واقعا عراق، دولت عراق رو واقعا گرفتار کرد. برای اینکه یعنی در واقع F-14 ها شناسایی میکرد، مشخص میکرد اهداف و معین میکرد، بعد F-4 و F-5 میزدن اینطور. نه، F-14 ها درست رکونسانس هستش، بسیار رادار قوی داره، ولی بیشتر برای درگیری هوا به هوا هست. شما ببینید هواپیمای F-4 بیشترین مقدار بمب رو میتونن حمل کنن. هواپیمای F-4 مدل‌های مختلفی داره. هواپیمای RF-4 ما بود که شناسایی میکرد. هواپیمای RF-4 16 فروند در زمان پادشاه خریداری شد. اینها فقط تجهیزات بسیار پیشرفته عکس برداری دارن ولی هیچ بمب بر راکت و موشکی ندارن. وقتی این هواپیما پرواز میکنه خب سرعت بسیار بالایی داره، باید یک به اصطلاح نیروی پدافند یک دفاعی داشته باشه. اگر دفاعی نداشت خب بلند میشدن هواپیمای عراقی میزدنش یا هواپیمای آمریکا به اصطلاح اسپارو و ساید واندر و فونیکس و اینا روی F-4 و F-14 بود، روی این دوتا استو. بله، نه فونیکس فقط روی F-14 نصب میشه، ولی موشکای اسپارو و ساید واندر این موشکایی هستن که به اصطلاح روی هواپیمای F-4 ما هم وصل میشد. موشکای ماوریک هم که وصل میشد اون بحث جدایی داره. اما هواپیماهای اولیه F-4 که وارد کشور شد هواپیماهای اولیه هواپیماهای پیشرفته ای نبودن. سریای خریدهای بعدی هواپیماهای پیشرفته تری به ایران تحویل داده شد. به هر روی F-14 ها اگر نبودن اون بمباران های موفق نبود که تمام برق عراق هنوز هم که هنوز دچار مشکله. بله. یعنی 2 میلیون موتور برق عراق صدام رفت خریداری کرد که من خودم وقتی در عراق بودم این موتورهای برق رو با چشم دیدم. خریداری کرد 1 میلیون رو به ارتش داد و 1 میلیون رو به مردم عادی داد. برای من اینو بگم توضیح بدم، وقتی خلبان مسعود میگه در عراق بودم، منظورش اینه همین چند سال قبل که از ایران اومد به کردستان عراق رفت و نه اینکه در زمان جنگ یا نه. اون زمان خلبان معصومی جز خلبانای ما بود، بعد از جنگ هم همینجور سالها هم بود، ولی این آخری ها که اومد به کردستان عراق اومد و اونجا اینا رو دیده و بعد از اونجا منتقل شد به محل زندگی فعلیش. معذرت میخوام، توضیح دادم برای. خواهش میکنم. فرشک این موتورهای برق وقتی برق عراق رو زدن، نیروگاه‌های برق عراق رو زدن، خب اینها سیستم پدافندیشون هم تضعیف شد. برای اینکه تمام موشکایی که بیشتر اکثر موشکایی که پدافند عراق رو تامین میکرد با سیستم برق کار میکرد. حالا فرشک وارد این بحث نشیم، بیشتر به روی همین هواپیماها و اون داستان رفتن به از لابلای کوههای ترکیه و عراق و اون کار شگرف رو کردن که بله اون که عملیات بله و عملیات H3 خب معروف هستش که اون بارم گفتم لیدر این دسته تیمسال برادپور بودن که هنوز هم زنده هستن، از همینجا درود میفرستم بهشون. در مورد اون هم صحبت خواهم کرد، ولی در رابطه با میکای 25 من مایلم در مورد سیستم روسی بیشتر صحبت کنیم که بدونن که وضعیت مثلا نیروی هوایی ما در چه سطحی است، به چه شکل عمل میکنه. اینکه در رابطه با میگه 25 که بخوام راجع به این مسئله صحبت کنیم، F-14 ها، این دوست عزیزی که ایمیل فرستاده بودن در رابطه با اینم توضیح خواست. F-14 ها یکی از دلایل خریدشون همین برتری هوایی بود و قدرتی که نسبت به میگه 25 و در زمان شاه این برتری به اصطلاح
به اثبات رسید، برای اینکه هواپیمای میگ 25 روسی که در آسمان ایران در اون زمان بر روی دریای مازندران یا همون کاسپیان پرواز میکرد، با یکی از هواپیماهای F-14 ما که از پایگاه اصفهان بلند شد به مدت 2 دقیقه روی این هواپیما لاکان میکنه، یعنی قفل کرده بودش. و این به این معناست که موشکی فایر میشد این هواپیما سقوط میکرد. و این بعد از این اخطار بود که دیگه روس‌ها اجازه ندادن که هیچ هواپیمای یعنی هیچ هواپیمای MiG-25 رو وارد حریم ایران نکردن. حالا خدمتتون عرض کنم که در رابطه با MiG-25 میتونم این رو بگم. واقعا شکست نیروهای صدام در ابعاد مختلف در همون آغاز جنگ باعث شد که دست به جنگ روانی بزنه. یعنی در بعد نظامی به ویژه در نیروی به اصطلاح هوایی عراق از میکای منظورتون ببخشید میک 25 یا سوخوی 25؟ نه میگ 25. میگ 25 که ارتفاعش خیلی زیاده، ارتفاع پروازش بالاست و سرعتش هم بسیار زیاده. حالا توضیح میدم در این صحبت هام. ما های خلبان معصومی 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید بعد سریع اینو ببندیم که بتونیم در برنامه بعدی وارد مسائل دیگه بشیم. بله. اوکی. خب از نمیدونم چطور میشه این مبحث رو ببندمش، ولی خب تلاش هم میکنم. این میکای 25 رو در جنگ به اصطلاح حوزه جنگ روانی استفاده میکردن برای پایین آوردن روحیه به اصطلاح ارتشی ها مردم ایران. به چه دلیل؟ برای اینکه این هواپیما در به اصطلاح در 25 تیر ماه 61 یک فروند میگه 25 وارد آسمان تهران شد و با شکستن دیوار صوتی منطقه رو به سرعت ترک کرد. حالا سوال اینجاست که چرا دیوار صوتی و نه بمباران؟ دلیلش این بود که بعدن که خلبان‌هایی که اسیر شدن از میگ 25 که توسط تامکت‌ها شکار شده بودن، اینا اومدن مطرح کردن که هواپیمای میگ 25 زمانی میتونه این سرعت و ارتفاع رو بگیره که مجهز به بمب نباشه. یعنی وقتی که بمب نداره میتونه این در این سرعت و در این ارتفاع پرواز کنه. فقط برای ایجاد وحشت بوده. من بعد جنگ روانی بود در واقع و 6 تا از این هواپیما هم ساقط شدن، یعنی یکیشو F5 ها خلبانای خوب F5 ما زدن، 2 تا از اینها رو تیم به اصطلاح بچهای تامکت زدن، تیمسار شهرام رستمی زد، تیمسار علی اصغر جهان بخش زدن. باشه که حالا بگم در بحث بعدی فرصت شد هم در بله ما حتما خلبان عزیزم بهزاد معصومی که ازت سپاسگزارم، درود میفرستم و به همه افسران و درجه داران و همه نظامیانی که در ارتش ایران هستن، در نیروی هوایی ایران هستن و البته به اون بخش سپاه که از میهنشون دفاع میکنم درود میفرستم، نه اونایی که آدم میکشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. با چی؟ بریم ببینیم اون بانویی که نگذاشتن همراه پدرش فرغانه رو که نذاشتن با پدرش بخواند چگونه می خواند همراه پدرش. Sarga
باشی گلنان آیرس